من با بی ایمانان و ایمانداران به طور مشابه صحبت می کنم و این تنین رو بارها و بارها میشنوم که چرا فرهنگ ما با چنین سرعتی در حرکت و داره تغییر پیدا می کنه می بهتون بگم که خیلی شکر گذار خداوند هستم که به ما سر بخشیده از اینکه تو چه زمانهایی داریم زندگی می کنیم من با بی ایمانان و ایمانداران با قلب جوانان و جوانترها به طور مشابه صحبت میکنم و این تنین رو بارها و بارها میشنوم که چرا فرهنگ ما با چنین سرعتیه تقریبا مثل برق میمونه در حرکت داره تغییر پیدا میکنه میدونم کسایی هستن که با این سرعت تغییر سردرگم شدن بعضی هم به خاطرش ناامید شدن و قمنگیزه که خیلی افراد حتی توی کلیسا میکشن کنار و میگن همینه که هست نمیشه باهاش جنگید پس بهش ملحق میشن به عنوان کسی که سالهای زیادی آموزش آکادمیک دیده که تحولات و تغییرات فرهنگی رو کشف کنم میتونم ناامیدی رو درک کنم اما به عنوان شاگرد کلام خدا میتونم بهتون بگم که خیلی شکرگزار خداوند هستم که به ما سرنخهایی بخشیده از اینکه تو چه زمانهایی داریم زندگی میکنیم لطفا با من به مکاشفه باب 15 و 16 برید در همون شروع شکلگیری قوم خدا ملکوت خدا یه مقابله آشکار بین خدا و شیطان بود چیزی در حدود چهار هزار سال پیش و کتاب مقدس به همون میگه که در انتها این خیلی بزرگتر خواهد بود مقابله کیهانی و جهانی بین خدا و شیطان تاریخ به شکل قابل درکی خودش رو تکرار میکنه در ابتدا در کتاب خروج آخرین تمرین چیزی که قرار به شکل جهانی اتفاق بیفته رو میبینیم در کتاب خروج در ابتدای زمان اتفاق افتاد در مکاشفه در انتهای زمان اتفاق خواهد افتاد تاریخ خودش رو در ابتدا و در انتها تکرار میکنه اولین مقابله آشکار با شیطان برای این بود که قوم خدا رو به شکل فیزیکی از بردگی مصر آزاد کنه در آخرین مقابله قوم خدا رو از رنج و درد و اسارت روحانی آزاد میکنه در اولین مقابله با شیطان خدا بلایا رو فرستاد که محلی بودند بر مصر اومد اما در آخرین مقابله خدا همون بلایا رو بر ضد مسیح و همه پیروانش به صورت جهانی میفرسته و بعد از اینکه هفت بلا آزاد میشن یوحنا چیزی میگه که واقعا فوق العاده است میگه خشم خدا کامل شد تموم شد انجام شد سوال چطور قرار اتفاق بیفته اینجا میبینیم که در آسمان و در حضور خدا یوحنا دریایی از شیشه که با آتش درآمیخته شده میبینه ولی یه چیز خیلی شگفتانگیز دیگه یه رو هم میبینه ایماندارانی که بر وحش بر ضد مسیح پیروز شدند و پیروزمندانه در کنار دریای شیشه ایستادند تصویری که یوحنا به ما میده حیرت آوره این کمترین چیزیه که میشه گفت این تصاویر از کتاب خروج گرفته شدم وقتی که قوم خدا از میان دریای سرخ که دو پاره شده بود عبور کردند، آنها سرود ستایش سر دادند اسمشو سرود موسی نامیدند این سرود ستایش به سوی خداست میبینید که این تصویر قرار در آسمان به شکل خیلی خیلی عظیمتر و شگفتانگیزتر و جهانیتری تکرار بشه این تصویر همه ایمانداران از جمله من و شماست که خداوند عیسی مسیح رو دوست داریم ما کسانی هستیم که از اذیت و آزار شیطان آزاد شدیم ما سرود پیروزی بر شیطان و دیفهاش رو سر میدیم در کتاب مقدس فرعون نماد سمبولیک شیطانه و ضد مسیح البته ابزار شیطانه فرعون کارفرمای ستمگر برده ها بود که به قوم خدا ظلم میکرد کرد و نمونه شیطانه و خدا قومش رو از چنگال های فرعون آزاد کرد و ما هم از چنگال های شیطان آزاد میشیم ما از قبل همین حالا و همین حالا آزاد شدیم ولی به طور کامل و به پری و از نظر روحانی و به طور ابدی به وسیله قدرت روح القدس از چنگال های شیطان آزاد میشیم و ما در موقعیت پایکوبی مداوم و شکرگزاری دائمی و ستایش پیوسته خواهیم بود پس بهتر از قبل شروع کنین تو این سرود پنج خصوصیت یا صفت ایسا هست از دستشون ندید ایسا خالقه عظیم و حیرتزاست کارهای تو دوم اینکه عیسی داور عادل و قابل اطمینانه عدل و حق است راههای تو سوم اینکه تنها عیسی شایسته ی همه پرستش هاست چهارم اینکه تنها عیسی قدوسه و در نهایت اینکه عیسی قادر مطلق عیسی شاه شاهان و رب الارباب ایسا خداوند در تمامی ملت هاست و در آخرین آیه از باب پانزده آیه هشت میبینیم که معبد آسمان باز میشه و هفت فرشته با هفت پیاله داوری جلو میان جلال و قدرت خدا با نماد مکان آکنده از دود نشون داده شده همیشه در کتاب مقدس وقتی خدا به شکل مخصوصی حضور پیدا میکنه اونجا دود هست یادتون میاد وقتی سلیمان هیکل رو تقدیم میکرد دودی اومد که تونستن همدیگر رو ببینن و بار دیگه اینو در اشعیا باب شش میبینیم وقتی که اشعیا خداوند رو بلند و رفی دید گفت دود زیادی همه جا را احاطه کرده بود که نماد حضور خدا بود و به شکل مشابهی در خروج نوزده وقتی موسا به بالای کوه سینا رفت و با خدا ملاقات کرد و کوه با دود پوشیده شده بود که نماد حضور خدا بود لطفا با من به مکاشفه باب 16 نگاه کنید اگر این قسمت رو با دقت بخونید متوجه سرعت زیاد داوری میشین این تقریبا با سرعت زیاد در حرکت باعث میشه سرتون گیج بره چون خدا مدت خیلی زیادی صبور بوده اشتباه نکنین خدا صبور بوده خدا مورد تمسخر و اهانت انسان قرار گرفته انسان خدا رو رد کرده و به خدا ناسزا گفته افراد شرور قوم خدا رو مورد جفا قرار دادن و کشتن و در همین ها خدا اونقدر صبور بوده که حتی بعضی ایماندارها میگفتن خدا یا کجایی میبینین خدا دائما از مردم خواهش میکنه که توبه کنن و بهش ایمان بیارن شاید امروز از بعضی از شما که اینجایین داره خواهش میکنه یا از بعضی از شما که دارید تماشاش میکنید اما بعد اون روز میرسه که صبر خدا به پایان میرسه و وقتی روز نهایی داوری میرسه وقایع به سرعت حرکت میکنن هفت فرشته با هفت پیاله در اطاعت از فرمان خدا به پیش میرن و فرشته‌ها هفت پیاله قذب خدا رو بر بی ایمان ها میریزن باب 16 از کتاب مکاشفه قمنگیسترین باب در تمام کتاب مقدسه چرا اینو میگم؟ چون در این باب برخورد قایی بین عدالت خدا و ناعتاعتی انسان رو میبینیم در اون زمان در بخشش بسته و قفل میشه غضب خدا جاری میشه و هیچ عقب نشینی وجود نداره در دوم پتروس باب سه آیه نه پتروس به ما میگه که خدا مشتاقه که انسانها توبه کنند و به سوی خدا بیان خدا هر کاری رو که ممکن بود انجام داد تا این امکان رو برای مردم ایجاد کنه که توبه کنند و به سوی خدا برگردن و به خدا ایمان بیارن و از صلیب جلجتا نجاتش رو دریافت کنند. خدا نمیخواد مردم حلاک بشن خدا مشتاقه که توبه کنن اما اراده ی آزادشون رو رد نمیکنه. در نهایت بعد از همه خواهش ها و ترغیب کردن ها بعد از همه التماس کردن ها از مردم که به سمتش بیان و توبه کنن همش به پایان میرسه پس اولین فرشته اولین پیاله رو میریزه و همه اونهایی که اون وحش رو ضد مسیح رو میپرستند دچار زخم های خطرناک میشن عزیزان این جهانی سازی اتفاقیه که در خروج باب 9 آیات 8 تا 12 در مصر افتاد دومین فرشته پیاله خودش رو بر آبهای دریا میریزه و دریا به سرخی خون میشه و همه جانداران دریا میمیرند دوباره این جهانی سازی اتفاقیه که در خروج 17 و 18 افتاد زمانی که خدا آب نیل رو به خون تبدیل کرد و با مرگ همه اقیانوس ها حیات دریایی منقرض میشه بعد فرشته سوم پیاله خودش رو بر رودخانه ها و چشمه های آب میریزه اینها آبهای آشامیدنی و همه آبهای آشامیدنی به خون تبدیل میشن و اینجا فرشته توضیحی میده از اینکه چرا آب به خون تبدیل شده لطفا با دقت گوش کنید این اینطور میگه همه اونهایی که خون مقدسین رو ریختند اونهایی که این کار رو فعالانه و در سکوت انجام دادند چیزی جز خون برای نوشیدن ندارند. کتاب مقدس خیلی واضحه و اینطور میگه خدا را استهزا نمیتوان کرد انسان هرچه بکارد همان را خواهد دروید مگر اینکه اون مرد یا زن یا پسر یا دختر به سوی خون عیسی مسیح که در جل جتا بر صلیب ریخته شده بدوه تا این خون تنها پوشششون در برابر غضب خدا باشه چهارمین فرشته پیاله خودش رو بر خورشید میریزه و خورشید مشتعلتر میسوزه و زمین رو چاک میده تنه اینجاست که با همه اون دردها انسان حاضر نیست ایمان بیاره حاضر نمیشن توبه کنن اون موقع مردم حتی به خدا ناسزا میگن به خاطر رنجشون و فرشته پنجم پیاله خودش رو مستقیم بر تخت ضد مسیح میریزه و تمامی امپراتوری شیطانیش رو در تاریکی فرو میبره همه کسانی که ضد مسیح رو میپرستن گرفتار وحشت میشن تصور کنیم وقتی ظهر به تاریکی نیمه شبه و وحشت اونقدر عظیمه که زبون خودشون رو میجوان با این حال به خدا کفر میگن به خاطر رنجی که خودشون بر خودشون آوردن دوباره این جهانی سازی خروج 21 ده تا 29 وقتی مردم مصر در تاریکی فرو رفتن شما شنیدید که بارها از این منبر گفتم که عهد قدیم اساسا پیشگویی عهد جدیده پس اون تاریکی فیزیکی که مردم مصر تجربه کردن نمایش سمبولیک تاریکی روحانیه که همه دنیا قرار تجربه کنند. ایسا ایمانداران رو در این دنیا قرار داد نه فقط به عنوان نمک تا از فساد جلوگیری کنه بلکه اونها رو نور جهان هم می نامه. ما نور جهان هستیم ولی وقتی ایمانداران از این دنیا برده بشن نور مسیح برده میشه و مردم زمین در تاریکی می لغزن. قلبشون رو در برابر خدا حتی بیشتر سخت میکنن ششم این فرشته پیاله خودش رو بر رود فرات میریزه آب رود خشک میشه تا راه رو برای تهاجمات پادشاهان شرق باز کنه این به شدت نمادینه واسه همین باید اینو درک کنید باید زبان کتاب مقدس رو درک کنید معنی خوش شدن فرات چیه؟ معنیش اینه که شرایط آماده شده برای نیروهای شیطانی که آزاد بشن فرات حد و مرز طبیعیه که توسط خدا بنا شده و با خوش کردن رود خدا این حد و مرز رو پاک میکنه در این زمان نیروهای شریر در دنیا آزاد میشن پس این شاهان شرق که یوحنا دربارشون صحبت میکنه کی هستن؟ اونا حاکم و پادشاه اونطور که به شکل انسانی میشناسیم نیستن اونا حاکمان شیطانی هستن در کلام خدا بهتون ثابت میکنم کتاب مقدس به ما میگه که ملت ها و سلطنت های مشخص پادشاهان و ملک های نامرئی دارن اینها نیروهای شیطانی هستند در سلسله مراتب روحانی در سلطنت شیطان اونها جزو اونایی هستند که بالاترین رتبه رو در این سلسله مراتب دارن در واقع اینو در تصنیه باب دو و در کتاب ایوب میبینین اما واضحتر در کتاب دانیال باب 10 میبینید در دانیال باب 10 آیه 13 پادشاه شیطانی رو که بر فارس حکومت میکنه ملک فارس مینامه در دانیال باب 10 آیه 20 پیام آور درباره ملک یونان صحبت میکنه این پادشاه روحانییه که بر یونان حکومت میکنه در مزمور 56 و 82 به قدرت های شیطانی ملت ها اشاره میکنه این حاکمان نامرئی در خیلی از کشورهای امروز هستند اینها پادشاهان و ملک های شیطانی هستند در مکاشفه باب نوح یوحنا به ما میگه که خدا به فرشته دستور میده و فرشته چهار فرشته ای رو که در کنار رود فرات در بند هستن آزاد میکنه مکاشفه نوح و اینجا مکاشفه 16 درباره یه چیز صحبت میکنن این همون واقعه است وقتی این چهار فرشته آزاد میشن رود فرات خشک میشه در مکاشفه 16 نو یوحنا اعلان خیلی جالبی میکنه با دقت گوش کنید میگه تعداد لشکریان دو بار ده هزار ده هزار بود و بعد میگه این عدد رو شنیدم دویست میلیون سرباز دویست میلیون و این برای یوحنا هم مثل ما تکان دهنده و حیرت آوره در واقع یوحنا میبینه که این برامون غیر قابل درکه برای همین به ما اطمینان میده و میگه من این عدد رو شنیدم انگار میگه من میدونم خودم هم به سختی باور می کنم. ولی این چیزیه که شنیدم هیچ کشور یا کشورهایی به این نمی رسن همه لشکریان دنیا به دویست میلیون نمی رسن. در واقع در زمان یوهنا جمعیت جهان به 200 میلیون نفر نمی رسید چین با همه قدرت و قوت و اندازه و همه چیزش فقط دو میلیون سرباز تو ارتشش داره یعنی یک درصد از لشکری که یوحنا اینجا توصیف میکنه برای همین این تعداد زیاد سرباز فقط میتونن نیروهای شیطانی باشن ولی یه سمبل دیگه هم درباره فرات اینجا هست نمیخوام از دستش بدیم فرات مهد تمدنه اونجا باغ عدم بود و اونجا جایی بود که سعی میکردند برج بابل رو بسازن برج بابلی این مهد تمدنه بنابراین در زمانهای آخر این قبرستان تمدن خواهد بود چیز دیگه ای که یوحنا میبینه اینه که از دهان اون تسلیس نامقدس یعنی اجدها وحش و نبی کاذب سه روح پلید بیرون میان سه دیو که به شکل وزق ظاهر میشن وزق تو کتاب مقدس نماد ناپاکی و آلودگیه در پارس وزقها معمورین بلا و شرارت بودند. بین یهودی ها وزق شیطان بودند. اینها روحهای پلید هستند که انسان رو فریب میدن اون دیف ها در آخرین نبرد آرماگدون می جنگن ولی درست وسط پیاله ششم و پیاله هفتم دقت کنید تو شیپورها دیدیم که بین شیپور ششم و هفتم یه مکس بود. اینجا بین پیاله ششم و هفتم خدای اعلان قابل توجه قرار میده. ولی قدرتمنده. نمیخوام از دستش بدین. یه پیغام داخل پرانتز. باب 16 آیه 15 به هوش باشید که چون دزد میآیم خوشا به حال آنکه بیدار میماند و جامعش را نگاه میدارد مبادا اوریان روانه شود و رسوای عالم گردد میدونم که مردم میگن این یه هشداره ولی برای من این یکی از بزرگترین تشویق هاست این یه تشویق بزرگه بذارین بگم چرا این منو برکت داد چطور در حینی که دنیا در تاریکی اخلاقی و روحانی فرو میره شما به اطمینان به خدا ادامه بدید در حینی که دنیا از نظر اخلاقی ضعیف میشه در نور مسیح بمونید در حینی که حضور تاریکی اخلاقی غیر قابل تحمل میشه شما به عدالت مسیح بچسبید مسیح زمانی میاد که دنیا کمترین انتظار رو براش داره مسیح زمانی میاد که دنیا در گیجی ناشی از مسیح خودشه مسیح زمانی میاد که حتی اونایی که ادعا میکنن مسیحیان ارزش های مطلق اخلاقیش رو انکار میکنن دل قوی دارید مسیح داره میاد مسیح داره میاد مسیح داره میاد خب بعد از این فاصله هفتمین فرشته هفتمین پیاله رو میاره و اونو در هوا میپاشه و به محض اینکه این کار رو میکنه صدایی از آسمان میگه کار تمام است تموم شد کامل شد برق آزرخش و قریب گردش رد و زمین لرزه ای که هرگز قبلا تجربه نشده اتفاق میفته هیچ مقیاس ریشتری هیچ وقت نمیتونه اندازه گیریش کنه جزیره ها در دریا فرو میرن کوه ها فرو میریزن رگبار تگرگ سنگینی از آسمان میباره و مردم رو بر زمین خرد میکنه ولی همه این خرابی ها فقط گرم شدن برای آرماگدونه از اصطلاح آرمگیدون به طور کامل سوء استفاده شده به طور خاص توسط هالیوود و خیلی ها تو رسانه ها میگن آرمگیدون اینه یا اونه اما شما باید اینو درک کنید که این یه مسئله جدیه آرماگدون تئوری ها و تفسیرهای زیادی داره ولی دو تا از اصلیاش بین اغلب الهی دانان کتاب مقدس باور اینها هستن. اولیش اینه که آرماگدون یه جنگ واقعی خواهد بود و قایت همه جنگ ها خواهد بود و لشکرهایی از سراسر دنیا در دشتهای ماگیدو در اسرائیل جمع میشن جایی که جنگ ها در خیلی از نسل ها و این نمادینه و این خونینترین جنگ در تمام تاریخ بشر خواهد بود دومین تفسیر اصلی اینه این جنگ آرمگدون یه جنگ سمبولیکه این یه جنگ روحانیه اینکه نیروهای شیطانی به ضد ایمانداران خواهند جنگید ولی فدیه شدگان ایمانداران قیام کرده فرماندهشون خداوند عیسی مسیح در جنگ روحانی پیروی میکنند و در دشت روحانی میجنگند هر کدومش رو بخواین انتخاب کنید نجاتتون رو از دست نمیدید هر طرف رو که انتخاب کنید هر تفسیری رو که بپذیرید ازتون میخوام یک کار نکنید اینکه سر این تفسیر با هم نجنگید مسیحی ها طی سالها به طرز شرماور این کار رو کردن قواتون رو برای جنگیدن با دشمن جانهاتون نگه دارید نه با هم دیگه چیزی که با اطمینان میدونم اینه که کارهای خدا کامله برنامه خدا کامله اراده خدا کامله و هر اتفاقی بیفته من میدونم که ما طرف پیروزی هستیم دو هزار سال پیش وقتی خداوندمون عیسی مسیح بر صلیب مصلوب شد فریاد زد و گفت تمام شد و اینجا در مکاشفه 16 فرشته پیاله هفتم میگه تمام شد عیسی بهای به رهایی ما رو پرداخت کرد ایسا بر شیطان پیروز شد و پیروز خواهد شد حتی وقتی به نظر میاد که شیطان داره شرایط رو کنترل میکنه و به نظر میاد شرارت الان داره وحشیانه میدوه گول نخورید به خاطر اینکه عیسی پیروز میشه ما پیروز میشیم چون عیسی پیروزمنده ما پیروزمندیم چون عیسی جلال یافته است ما هم با او جلال خواهیم یافت پاداش شما به اندازی که عیسی قطعیه قطعیه وفاداری شما اجر خواهد یافت پایداریتون تصدیق خواهد شد و قربانیتون به اندازه کافی جبران خواهد شد آمین مال اینجاست اعلام مشتاقانه حقیقتی که سازش نمیکند، هدایت به سوی راه با دکتر مایکل یوسف